خاکش بوی نمک می دهد، بوی آب، بوی دریا. آشیانه ققنوس، خرابه هایش ما را به صدها سال پیش میبرند، به شهری که 4 بار خراب شده و 2 بار بر خرابه هایش بنا شده است. اما تاریخ مکتوب این سرزمین برمیگردد به 1800 سال پیش و طبق این نوشته ها در 3 دوره آباد و پر رونق بوده است: عصر سلاجقه ایران، عهد اتابکان فارس و دوره صفویان. کنگ، مرکز دریانوردی ایران قدیم. گویند نادرشاه برای تشکیل نیروی دریایی از ناخدایان و راهنمایان کنگی بهره می جسته است. بندر کنگ بندر دریانوردی است و همگان این شهر را به واسطه کار دریانوردی می شناسند و دریانوردانی که برای تجارت به سفرهای دور هندوستان، یمن و افریقا می رفتند. شهریور ماه هنگامی که باد موافق شروع به وزیدن می کرد، ملوانان اوزال را بر می افراشتند و راهی می شدند. ابتدا به گوران، بندری در جزیره قشم که لنگرگاه لنج هایشان بود می رفتند. لنج را مهیای سفر می کردند و از آنجا عازم آبادان و بصره می شدند. خرما و کالاهای نظیر فرش و مواد غذایی را بار لنج می کردند و دوباره به کنگ می آمدند. مقداری آذوقه و مایحتاج خانوادهشان را خالی می کردند و از آنجا راهی سفر دور و دراز خود می شدند. از بندرهای کشور پاکستان می گذشتند و به هندوستان می رسیدند. پس از اتمام معاملات از آنجا عازم یمن و سپس عازم افریقا می شدند. پس از 9 ماه دوری از شهر و دیار، اکنون به آغوش خانواده برمی گردند. خانه از شادی پر می شود و زندگی
رنگ و بوی دیگری به خود می‌گیرد. دریا نورد کنگی با هدیه‌های فراوانی که از سفرهای دور آورده است به انتظار همسر و فرزندانش پایان می‌دهد. او برای مکان زندگیش نیز رهاوردی دارد. چوب درخت ساج از هندوستان برای ساخت درب اتاقها و چوب چندل از جنگل‌های افریقا که سقف خانه را می‌سازد. اینها در حقیقت تجارتی پرسود برای آنها به شمار می‌رفت. خانه‌های کنگ از معماری دوره زرتشتیان تبعیت می‌کند، با نقش‌ها و طرح‌هایی که دست نخورده از نسل‌های قبل تا به امروز در ساخت بنا تکرار شده است. خانه ها به گونه ای ساخته شده است که در زمان گرما و شرجی خنک و قابل تحمل باشد. بادگیرها چهار جهته ساخته شده است که در تمام طول روز باد را به داخل اتاقها هدایت می کنند، به طوری که هوای داخل خنک و مطبوع می شود. خانه‌های قدیمی تنها بازمانده‌های کنگ هستند که شهر را تبدیل به موزه بزرگ کردند. دیگر آثاری از جهازهای بادبانی ساخته دست استادان کنگی نیست که دریاها و اقیانوسها را در می‌نوردیدند. ناخدایان و ملوانان زبردستی که شجاعانه در طوفان و سرما به سفرهای دور می رفتند و خطرها را به جان می خریدند. آنها نیستند، اما یاد و خاطرشان هنوز نزد مردم دهان به دهان جاری است، چونان دریایی بیقرار که امواجش را به ساحل قلب یکایک که مردم کنگ میرساند و این تپش لحظه ای از پای نمیستد. دیر زمانی نیست که دریانوردان بران شدند حاصل سفرهای خود را در مجموعه‌ای به نام موزه جمع کنند. آنها تمام وسائلی را که از کشورهای مختلف با خود آورده بودند به موزه اهدا کردند تا بلکه بتوانند تاریخ خود را به همگان معرفی کنند. این قطب نماست، یعنی تعیین جهت یک لنگ در دریا زمان قدیم با این بوده، تا حالا هم هست، یعنی جنوب، شمال، شرق و غرب. اینو باید نگهداری بشه، چون یه وقتی دریا موج بشه تعادل اینو نگه میداره. اون کار خودش انجام میده. این نمک خیلی زمان قدیم پهلو ما استخراج میشد. این در کشور سومالیا، سومالی حالا، این خیلی میپسندیدن.
کوهش هم نزدیک، معدنش هم نزدیک شهر ما بود، یعنی حمیران بود، پشت کوری سرا حمیران این نمک اونجا استخراج میکردن، کوهیه تقریبا. این جای سوزنی و یه دونه چاقوی کوچک که هر ملوانی در زمانی که بادبان تو لنجا بوده قبل از که موتور بیاد، یه دونه از اینا همیشه تو گردنش بوده، یعنی شب اگه اتفاقی براش میافتاد دیگه نمیدونید دنبال چیزی برید، تو گردنش بود همیشه. در این مجال آنها به بازدید کنندگان از ارتباطشان با مردمانی که در هند و افریقا و کشورهای عربی هستند میگویند، از مراسم و آیین‌ها و خرافه هایی که در آن کشورها وجود دارد و از ماجراهایی که در طول سفر برای آنها رخ داده بود. دریانوردی در سال 1954 یه ناخدایی به نام حمود قاسم که پدر بنده است مرحوم شده. سیگام که با نسیگام که این دکه ما بی بی سیگام که سیگام که با نسیگام که این دکه ما بی بی سیگام که سیگام که اوه یا اون علی یا ہے ان دا کما بی بی سی کام کا اے سی کام کا بنا سی کام کا ان دا کما بی بی سی کام کا اے سی کام کا بنا سی کام کا ان دا کما بی بی سی کام کا سی کام کا اے او یا ہے اون علی یا السلام علیکم ای ماشاءالله ماشاءالله همه مونده تون ماشاءالله ماشاءالله یا کسی باقی نمونده خو ای ماشاءالله ماشاءالله همه مونده. به جمع صمیمی و مهربان دریانوردان میرویم و از گفتگوهایشان با هم لذت میبریم. حرفهایشان پر است از خاطرات سفرهای دریایی. ناخدایان قدیمی، ملوانان، جاشوان، همه این بار در فضایی که در موزه برای خود فراهم کرده اند گرد هم می نشینند و روزگار را در کنار یکدیگر می گذرانند. تو من جهان میدونم که غرق زام میکنن میدونم که پر میدونم غرق و جواب میدونم مثلا اهل چه خوب تو میگن میکنن همیتونی که غرق دیگه چاک دارن رو فرنم گاه دیگه گاه گاه بزن غرق چاک دارن دیگه تکا کا تکا کا تکا کا تکا کا تکا میگن باید تک مندانات تو شکست خرید خواه شکست خرید داره ری خواه باردو باخت شد اگه بازی همین بودو مترس بودو بودو مترس بودو جمعه خوزیر بکن ناشود این منی این منی این شیخ شد خیلی سکر یا درست دا یا تکتم فعالیت آنها بر روی لنج و نوع تغذیه‌ای که در آن دوران داشتند از آنها افرادی سالم ساخته، طوری که اکنون در سنین بالا همچنان پرتوان و پر انرژی‌اند و ما نیرویشان را به هنگام اجرای مراسم آیینی برافراشتن اوزا دیدیم. یا شام بانی پنی ماجی یا وطی یا شام بانی پنی ماجی یا شام بانی پنی ماجی یا وطی یا شام بانی پنی یعنی معنی می فهمید؟ نه نه شنبه یعنی مثل پوستراک خزره از چوزی هست مثل گشت میری یکی تو کار میکنه دو شنبه شنبه یعنی مثلا جایی مثلا خود ما چه میگیم گشت پوسته میریم یا شام بانی پنی ماجی یا شام بانی ها برای من بده آب بده برای من نفینی ماجی، ماجی هاون، آب میخوری دو تا زن توی هند بودن؟
ها بچه بگه خاله میگه زن خوب است من خوب هم بچه زن نگه همه زن میخوام اینجا هم دو تا گرفتم چهار تا بچه دریا و سفرهای دور ارتباط با مردم کشورهای مختلف تحمل رنج و سختی فراوان و دوری از وطن آنان را چنان ساخته است که زندگی را با وجود تمام دشواری‌ها آسان، شیرین و دوست داشتنی می‌دانند. وقتی تاریخ کنگ و شرح حال دریا نوردان را می‌خوانی و در کوچه‌هایش قدم می‌گذاری، هنوز صدای پای ملوانان را می‌شنوی، صدای همسرانشان را که کنار درگاه خانه مردانشان را بدرقه می‌کنند و صدای هلهله شادی پس از برگشت دریا نوردان از سفر، زمانی که بچه ها در کوچه ها با سر و صدایشان شادی را پخش می کردند. تیره روز بنی دیوالی تو هر دم که جبرائی بابو بابو جی کا پیسہ دے لو میں بابو میں جانے والی حال که مردان از سفر برگشتند هنگام جشن و سرور است. آذینبندی اتاقها، نقش و نگارهای حنا و آرایش عروس متأثر از فرهنگ هندوستان بوده و لباس داماد عربی است. دریا نوردان گردانندگان اصلی عروسی اند. آنها با رقص رزیف رنگ و بوی واقعی را به عروسی می دهند. رزیف حرکاتی است موزون همراه با آواها و اشعاری تلفیقی است از زبانهای عربی و افریقایی. در حقیقت عروسی بندر کنگ آمیخته است از رسوم و آیین‌های گوناگون ایرانی، عربی، افریقایی و هندی.
اینجا مکانی است که دریا نوردان لنج‌های ساخته دست خودشان را به آب می‌انداختند. یکی از کارگاه‌های بزرگ لنج‌سازی در خلیج فارس. بیش از 15 نوع وسیله حمل و نقل دریایی در کنگ ساخته می‌شد. از جمله بقله، جالبوت، سمبوک و لنجی به نام بوم که مایه مباهات استادان کنگی است. نوعی منحصر به فرد در صنعت لنج سازی. بوم بهترین نوع جهاز بادبانی بود که با وجود وزیدن باد مخالف قادر به حرکت در دریا و طی مسیر بود. اما این صنعت بسیار زیبا و ارزشمند اکنون به رکودی سخت دچار شده است. گرانی چوب و طول مدت زیاد ساخت آن باعث شده لنج‌های فایبرگلاس که استحکام نداشته و چندان مناسب دریا نیست جای آنها را بگیرد و این هنر زیبای کنگی به دست فراموشی سپرده شود. در حقیقت دریا نوردان غمگین و نگران از دست دادن بخشی از تاریخشان هستند. برای گفتگو به سراغ چند ناخدای قدیمی رفتیم تا بیشتر با آنها، کارشان و شیوه زندگیشان آشنا شویم. محمد مبارک، ناخدای سالهای دور دریاهای بزرگ. حالا سفری همیم به طرف زنجبار یا بمباسه مثلا، بمباسه، چون ما بیشتر بمباسه رفتیم. حالا اینجا دیگه ماهان بمباسه، حالا دیگه 15 رو 20 رو اینجا مامان دیگه ناخدا سلف شده، پول شده، یعنی تقریبا 400 شیلینگ 500 شیلینگ پول شده. حالا ملوانو دیگه شرف جنس شاخری بخواه. 15 ساله که دیگه نرفته دیگه. و ابراهیم قاسم اونجا دریا حسابن، دریا گپن، دریا گپن. اگر از قانون او دریا فهمیدی اون وقت تو ناخدا هستی. این ناخده نیست، این ناخده دختیم، این ها نه، گاه ها گت بس. اگر این چراغ بارون بود دیگه نداره کجان، باید لینگر بکنه. لینگر میذاری، اونجا دیگه لینگر وجود نداره که بگیری. لینگر بگذاری نمیشه. و به سراغ حاجی مبارک خصومی رفتیم، فرزند محمد مبارک خصومی بزرگ که معروف بود به قهرمان دریا. یه چیزی که به من خودم خیلی سوال هسته این که مثلا خب شما یه سنباد بحری، نه؟ جالب اینجا که فامیلش هم بحریه. خیلی هم اینجا داخل کنگ هستن که فامیلشو بحریه. آیا واقعا سنباد از اینجا سفری کردن؟ افسانه، داستانه؟ یا اینکه نه اعتقاد خودت ناخدا چه؟ حالا به اعتقاد ما خود که باید فکر بکنیم که حالا شاید ما اینجا بودی یا نبودی، ولی از همجا مسافرتش کرده. آه یعنی از اینجا؟ از اینجا لنج درستش کرده به بستری همین کنگیون ما و مسافرت هم از همینجا انجام میدادی.
به ما معرفی کردند که پیرترین و قدیمیترین دریا نورد زنده جهازهای بادبانی در کنگ است. حاجی موسا غلامپور. او از حادثه بزرگ و دلخراش سخن به میان آورد، ماجرایی که خودش نیز در آن حضور داشت، اتفاقی که ده ها کنگی را به کام مرگ فرو برد. در سال 1944 میلادی مصادف با جنگ جهانی دوم، بعد از اینکه معاملاتمان را در هندوستان به اتمام رساندیم، به همراه دو لنج دیگر از شهر بنگلور راهی دارالسلام در کشور تانزانیا شدیم. بعد از 8 روز دریانوردی یک هواپیمای جنگی متحدین را دیدیم. دقایقی بر فراز ما چرخید و سپس رفت. فردای آن روز به هنگام خوردن نهار انفجاری مهیب ما را لرزاند. سراسیمه به اطراف نگاه کردیم. در فاصله 1 کیلومتری زیر دریایی را دیدیم. آنها شلیک کردند و این بار ما را هدف قرار دادند. ما در اثر اصابت توپ به دریا افتادیم. لینج تکه تکه شده بود. تنها قایقی که گنجایش 15 نفر را داشت باقی مانده بود. تعدادی سوار قایق شدند و تعدادی در آب با بند قایق را گرفتند و بعضی هم سوار بر تکه‌های بزرگ چوب شدند. روزها گذشت و ما بر روی دریا بودیم. تشنگی و گشنگی امانمان را بریده بود. با تکه‌های بیسکویت و ماهی که صید می‌کردیم 8 روز دوام آوردیم. روز 8 یکی از ما جان سپرد و به زیر آب رفت. در روز 13 در حالی که به کلی ناامید شده بودیم، خشکی را دیدیم. به سختی خود را به ساحل رساندیم. آنجا ساحل بربره در کشور سومالی بود. 2 نفر دیگر از ما نیز همانجا جان خود را از دست دادند. و اکنون مردم کنگ به پاس داشت دریانوردان فقیدشان تندیسی از بزرگترین جهاز بادبانی یعنی بوم مسی را ساختند و هر باره در ایام عید مراسم رزیف را در این مکان برگزار می کنند تا به این بهانه یاد و خاطره آن دریانوردان شهید را زنده نگه دارند.
مردان شهری که تاریخشان در خودشان است، در چینهای صورت زیبایشان که ساخته دست امواج است و آفتابی که بر آستانه درگاه لنجشان ایستاده و صورتشان را سوخته. هر کدام داستانی دارند، گذشته و تجربه. آنها اینجا نیستند که در سفرهایشانند، در تاریخ سالهای دوری که اکنون همواره همراهشان است. چهره‌ای با شکوه دارند و پر نور و کلامشان موسیقی دلنشین دریا را می نوازد. اینان وارث گذشتگان خیشند، بازمانده تاریخ خود. بوی سفر میدهند و نگاهشان دور دست ها را نشانه می رود. و این یعنی شهری که تاریخ آن زنده به نام دریا نوردانشان است و ما دلنگران از دست رفتن این تاریخیم و مسئله بزرگ در پیش روی ماست. آیا دیگر دریا نوردی در کنگ متولد خواهد شد؟